احتمالاً تا به حال شنیدید که میگن اگه پول میخوای باید اونو جذب کنی، اگه میخوای توی امتحان قبول بشی پس فقط به قبول شدن فکر کن و خواستتو جذب کن، اگه دلت میخواد که با فرد مناسبی ازدواج کنی اون شخص رو با تمام جزئیاتش تصور کن و اون رو از کائنات بخوا. کائنات هوشمنده و خواسته های ما رو به ما میده. اما آیا شما با این حرفا موافقی؟ آیا تا به حال به این فکر نکردید که اگه این قانون درسته و همیشه کار میکنه، چرا خیلی از اوقات با وجود اینکه چیزی رو کاملا تصور میکنیم اما خلاف تصور ما پیش میره و ما رو شوکه میکنه؟ آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که جایگاه خدا در این معادله کجاست؟ آیا منظور از کائنات هوشمند همون خداوند یا خالق و طراح این جهانه؟ تو این ویدیو از قانون جذب میگیم و سعی میکنیم که با داده‌های موجود و پرسش‌های فلسفی اون رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا میشه اون رو پذیرفت؟ حتی نظر علم رو هم در این زمینه تحلیل میکنیم. پس ادامه ی ویدیو رو دنبال کنید. ما برای پیدا کردن پاسخ سوالهایی که در غار تنهایی از خودمون میپرسیم تحقیق و مطالعه میکنیم. سفری به دنیای اسرارآمیز درون و راز و رمزی که در لابلای صفحات کتاب ها نهفته شده به ما کمک میکنه که خداوند، یعنی حقیقت و معنای زندگی رو بهتر بشناسیم. برای اینکه در این سفر اکتشافی با ما همراه باشید، لطفاً کانال آقا رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو فشار بدید. منتقدان این نظریه اینطور میگن در بیان قانون جذب همیشه به درخواست کردن از کائنات تاکید میشه، انگار که عالم هستی دست به سینه در برابر انسان ایستاده تا اون ماشین بخواد یا مثلا میلا بخواد و بعد بنابر میزان ایمانی که فرد به توان جذب خودش داره دیر یا زود خواستش برآورده میشه. حتی اگه هیچ وقت هم به خواستش نرسه اینطور توجیه میشه که حتما تمام احساس و ایمان و تمرکزش رو درگیر جذب کردن از کائنات نکرده و اینطوری هرگز به خواستش نمیرسه. زمانی که حرفی از جذب نبود، هر کس اگر خواسته ای داشت به درگاه خداوند مطرح میکرد و تنها از او میخواست. اما امروز بت جدیدی توسط بشر ساخته شده که دیگه مثل بت‌های انسان‌های نخستین از جنس سنگ و چوب نیست، بلکه از جنس فکر، از جنس ترکیبی از علم و خرافاته. اما آیا نظر این منتقدان درسته؟ آیا قانون جذب و شکرگزاری و درخواست از کائنات از اساس غلطه؟ با پیشرفت بیشتر علم پزشکی، دانش ما از موتور تحلیلگر بدن انسان یعنی مغز رفته رفته بیشتر میشه و هرچه جلوتر میریم به عجایب و ناشناخته های اون بیشتر پی میبریم و مطمئن تر میشیم که انسان پیچیده ترین موجود اقلن در این کره خاکیه. امروزه در آخرین نظریات در مورد ذهن در مجامع علمی این موضوع مطرح میشه که احتمالاً مغز ما یک کامپیوتر کوانتومی ارگانیکه، یک سیستم محاسبه‌گر بسیار پیچیده و پیشرفته که محاسبات خودش رو از طریق قوانین فیزیک کوانتوم انجام میده. به گفته اونها احتمالاً همین جواب سوالات و ناشناخته های بسیار ما از مغز باشه، مثلا اینکه چطور ما چیزها رو به یاد میاریم و اصلا چطور فکر میکنیم. اما اینها چه ارتباطی با قانون جذب دارن؟ طبق دانشی که علم پزشکی از مغز انسان به دست آورده، این ماشین پیشرفته یعنی مغز ما دائما در حال فرستادن امواج و حتی دریافت اونها به دنیای اطرافه. یعنی مغز ما درست مثل یک رادیو میتونه امواج رو دریافت کنه و درست مثل یک فرستنده پیشرفته هم میتونه افکار رو به صورت فایل های رمزنگاری شده به بدن و دنیای اطراف خودش ارسال کنه. اینکه این امواج در دنیای خارج چه تأثیراتی میتونن بذارن و چطور میتونن باعث ایجاد تغییرات فیزیکی در دنیای ما بشن، موضوعیه که قابل اثبات و حتی بررسی اقلن برای دانش امروز و امکانات ما نیست. برخی از فیزیکدانان معتقدند که ماهیت جهان ما طبق دانش فیزیک تماما از انرژیه. حتی ماده‌ای که 4% جهان رو تشکیل میده هم در حالت پایه‌ای خودش از جنس انرژیه. پس این دور از ذهن نیست که افکار ما و فرکانس‌های ذهنی بتونن بر واقعیت دنیای ما تأثیراتی بذارن
دارن و مغز ما دائم با دنیای ما در تعامل باشه، تعاملی که شاید ما آگاهانه از اون اطلاع نداشته باشیم. اما این مکانیزمی که هنوز از اون اطلاعی نداریم باعث میشه که ما به نادانسته ها به صورت اغراق آمیزی ایمان داشته باشیم. این سوالی که باید طرفداران قانون جذب اون رو پاسخ بدن. فیزیکدانان همچنین بنا به نتایج آزمایش عجیب دو شکاف بر این باورند که ناظر بیرونی میتونه اتفاقات و حتی واقعیت های جهان رو در ابعاد و مقیاس کوانتومی تغییر بده. اما باز هم این سوال مطرح میشه که آیا راه تغییر دادن واقعیت بیرونی تصور کردن اون و خواستنش از کائناته؟ به این سوال برمیگردیم که آیا باید از کائنات بخوایم یا خداوند؟ آیا خداوند در این معادله جای داره؟ برای پاسخ دادن به این سوال میشه گریزی به دیدگاه باروخ اسپینوزا، فیلسوف یهودی زد که معتقد بود که خداوند از خلقت خودش و خلقت از خداوند جدا نیست. او ما مخلوقات و تمام جهان رو جزئی از وجود خداوند میدونست و برای ما مخلوقات وجود و اعتبار مجزایی در نظر نمی گرفت. اگه با این دیدگاه به جهان نگاه کنیم، آیا میشه گفت که درخواست از کائنات همون درخواست از خداونده؟ آیا بهتر نیست که این وجود هوشمند رو همون خداوند در نظر بگیریم؟ یا اینکه این امکان وجود داره که کائنات مثل یک برنامه کامپیوتری باشه که خداوند یعنی برنامه نویس اصلی اون رو نوشته و در اختیار ما قرار داده که بتونیم از راه درستی ازش استفاده کنیم؟ به هر حال شاید بشه گفت که اعتقاد به قانون جذب و درخواست کردن از خداوند هیچ گونه منافاتی با هم ندارن. شما روی چیزی تمرکز دارید و بعد به اون خواسته یا هدف دست پیدا می کنید، حتی شاید از راهی که هیچ وقت تصورش رو هم نمی کردین. عجیبه، اما تقریبا همه ما توی زندگی بارها چنین رسیدنهایی رو تجربه کردیم. اما اینکه از قانون جذب تشکر کنیم شاید شبیه به این باشه که شما بعد از خوب شدن بیماریتون به جای پزشک از قرصهایی که استفاده کردین تشکر کنین. تصور غلط دیگه‌ای هم که در این زمینه وجود داره اینه که بعضی از باورمندان به این قانون دست از تلاش کردن بر می‌دارن و سعی می‌کنن که صرفاً با تصور کردن یک موفقیت یا یک وسیله اون رو به دست بیارن، در صورتی که این جهان دقیقاً طبق قوانین فیزیکی و منطقی کار می‌کنه که طراح اصلی یعنی خداوند برای اون قرار داده و طبق این قانون هیچ چیزی تنها با تفکر و بدون تلاش به دست نمیاد. با این حال به نظر میرسه که مواردی که در قانون جذب گفته میشه حتی اگه به اون شکل درست نباشن ولی میتونن مفید باشن. شکرگزاری و راضی بودن از شرایط امروز و تلاش برای رسیدن به خواسته های فردا میتونه بهترین راه برای موفقیت باشه، در حالی که تصور خواسته ها میتونه ما رو روی اهدافمون متمرکز نگه داره و احتمال موفقیت ما رو بیشتر کنه. این ویدیو قانون جذب رو از دیدگاه روانشناسی، فیزیکی و فلسفی بررسی کردیم و دیدیم که این دیدگاه چه خوبی ها و چه بدی هایی میتونه برای باورمندان به خودش داشته باشه.